سلامتی خودتون از اطرافیانتون شاید سلامت باشید. سلامت باشید. آخری فلز بالاشو شما باید دوباره دماغ رو اوکی کنید. مرسی ممنون. خدا سلامت باشه. به نام خدا با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در دیدار با ستاد مرکزی کرونا، جمعیت هلال احمر به مدت 10 روز از امروز تا 15 در سراسر کشور در واقع نسبت به برپایی پایگاه‌ها اقدام کرد. بیش از 4310 پایگاه در سراسر کشور آمادن در قالب تیم‌های سه نفره که آموزش‌های همگانی رو به مردم بدن و کمک‌های اولیه‌ای که برای نیاز است به پیشگیری از بیماری کرونا در اختیار هموطنان عزیزمون قرار بدن. مهمترین کاری که جمعیت هلال احمر در این حوزه می‌خواد انجام بده مشارکت بیش از 13000 نفر از جوانان و طلبان جمعیت هلال احمر است که همراهان همیشگی ما و مورد تأکید مقام معظم رهبری بود. نکته‌ای که وجود داره، ما در این فاصله زمانی که جمعیت هلال احمر اقدامات خوبی رو انجام داد میتونیم با آموزش همگانی در اختیار گذاشتن کمک‌های اولیه مشارکت فعال جوانان داوطلبان در این 10 روز بخشی از بار بیماری رو کاهش بدیم و برای ایمان داریم که پیشگیری خیلی موثرتر از درمان است و کادر درمانی ما خسته شده. در استان تهران که امروز خدمتتون هستیم بیش از 160 پایگاه وجود داره که 50 پایگاهش در شهر تهران و اینجا میدان انقلاب در کنار هموطنان عزیزمون هستیم. استقبال مردم خوب بود، طبیعی هم هست این لباسهای خوشرنگ جمعیت هلال احمر به مردم آرامش بده و مردم بتونن با همراهی با حاکمیت و همینطور کادر درمانی تعداد افراد مبتلا و همینطور مرگ و میر ناشی از این بیماری رو کاهش بده. این کاری بود که در این مرحله ما تونستیم انجام بدیم. همزمان با اجرای این طرح در سراسر کشور 80000 بسته غذایی در قالب کمک‌های معیشتی در اختیار افراد نیازمند قرار خواهد گرفت. همزمان با بحث آموزش در اختیار گذاشتن وسایل پیشگیری بتونیم کمک معیشتی واسه افراد آسیب‌پذیر داشته باشیم. انشاءالله که ما در این مرحله بتونیم قدم موثری در کاهش تعداد بیماران برداریم. سلامتی خود و خانواده و جامعه بازه ماسک هم نزدیم اومدی بیرون اومدیم بزنیم این ماسک خدمت شما بزن این فنرش هم باید کم کنی که رو بینی قشن فیکس شد خدمت شما برای سلامتی خودت و خانواده و جامعه ما با همه که دست به دست هم بگیم تا بتونیم بیرون سر بین ببریم زنگیه بخواست قد شد ما در خدمت ممنون بزن که ممنون